خب سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. عرض ادب دارم، از مجموعه اندیشه و خرد در خدمتتون هستیم. سلام به تک تکتون. یه عذرخواهی، حقیقتش من اصلا حالا چند وقتی کلاسامون رو توی خونه برگزار می‌کنیم، بعضیاشو یه ذره تأخیر پیش اومد، خیلی معذرت می‌خوام. ما امروز در خدمتتون هستیم بچه‌ها، یه فصل سومی که حالا بیشترین بارم امتحانی رو برای شما داره، روابط طولی، فصل روابط طولی رو خدمتون برگزار میکنیم. ببین، من دو تا دلیل داره امروز خدمتون هستم. حالا یه جلسه ما خدمتون بودیم، بیشتر تئوری بود اون فصل تبدیلات. خیلی بچه ها دوست دارن یه مقدار محاسباتی بشه، ببینن این محاسبات چجوریه. ببین، به دو روی کرد. ببین، تو هم امتحان نهایی داری، امتحان نهایی که حالا نداری، امتحان پایان ترم داری، بعد اینا رو بخواد پاس بکنی، نمره خوب بگیری، حالا میتونه ضریب مثبت معدل نمیدونم حالا داره 11 نداره، هم یه بابت هم بحث تستیه. مثلا شما شنیدی آقا هندسه پایه سخته، این روابط طولی که میگن، مثلا پارسال دو تا هم تست اومد از این روابط طولی، پارسال دو تا تست سرسری اومد، به چه صورته؟ پس چی و چی شد بگو یه بار به من. هم اثبات از لحاظ پایان ترم و هم چی تشریحی که همونه و هم تستی، گفته شد یکی و هم تستی، این رو در خدمتتون هستیم امروز به امید خدا. حالا یه مقدارم من ازت یه جاهایی همکاری میخوام که ایشالله انجام خواهی داد. خب ببین، من اولا یه چیزایی اومدم اینجا، یه مقدمه مثلثات بهت گفتم. من فکر میکنم شما با توجه به اینکه حالا از پایه باهاتون کار شده، بچهای پایداری هستید، اینها رو بلدی. ببین، حالا بلد باشی چه بهتر، بلدم نبودی امروز یه چیزی رو از من بپذیر. مثلا من شاید ندونم، مثلا خودم میگم، من مثلا شاید کوسینوس 60 درجه ندونم، مثلا یه دومه، خیلی زایم هستم اگه اینو نمیدونم، درسته؟ ولی حالا بالاخره خون که نکردم، آدم که نکشتم، کوسینوس 60 بالا مثلا، یا مثلا شاید سینوس 15 درجه رو من بلد نباشم. یه عدده که حالا اینا رو تو میتونی فرض کنی بلدی. الان اینو میپذیری از من؟ آقا ما این سینوس کوسینوس ها رو قشنگ بلدیم، فرض میکنیم دیگه، من نمیتونم روی مثلث که به تو درس بدم، فکر کن بلدیم. یه مقدمه ای هم من گفتم که مثلا این محور کوسینوس هاست، این محور سینوس هاست و الاخر. این مقدمه است. حالا یه موضوعی ما داریم اینجا آقا، ببین، یه اصلی ما داریم در مورد تمامی دروس، کار کردن با یه فرمول، کار کردن با یه رابطه. اصلا هر رابطه ای مساوی MC2، درسته؟ این فرمول چیه؟ این فرمول نسبیته دیگه. حالا نه ما میدونیم ایش چیه، نه امش چیه، نه سیش چیه، هیچ کدوم اینا رو هم نمیدونیم، هیچ اشکال نداره. آقا وقتی این پارامتراش سه تاست، شما سه تا شخصیت داری روی این، به نظرت حالا درست انیشتین فرمولشو گفته، انیشتین گفته که گفته با اون موهای فرفریش، تو یه سوال از این بخوای طرح کنی با توجه به اینکه سه تا پارامتر داری، خب دو تاشو باید بدی تا من حالا هر چی دانش آموزم، مهندسم، معلمم، سومیشو پیدا کنم. کا مساوی 1/2 MV2. بچه ها میشه من فقط کا رو به شما بدم، هم امو بپرسم هم ویو بپرسم؟ خب این مقادیر بیشماری برای این میشه در نظر گرفت. نمیشه که تو یه کا بدی دوتا رو بپرسی، برعکس باید کار کنی، مثلا کا رو بدی، ام هم بدی، ما وی رو پیدا کنیم. این پس یه سه بدیهی که ما هممون میدونیم بچه ها، کار کردن با هر رابطه یا هر فرمول، هر فرمول، هر چی، تنها چند تا مجهول رو میتونه به ما بده؟ تنها یک مجهول میدهد. هر فرمولی بچه ها، فکر نکنید مثلا حالا فرمولای هندسه مثلا با فرمولای فیزیک مثلا فرق میکنه، هر فرمولی فقط یه مجهول میده دیگه. میخواد تالس باشه مثلا، این نگاه کن، این تالسه، تو اگه این رابطه تالس هم بخوای استفاده کنی، باز باید سه تاشو به تو بدن تا یکیش پیدا بشه دیگه. این یه اصلیه که توی همه مطالب وجود داره. حالا من اولین درسمو شروع میکنم، یه ذره اولش به من گوش کن، یه ذره اولش کار میبره. ببین این رابطه اسمش هست رابطه سینوس ها. رابطه چی میگه؟ رابطه رو نگاه کن. خب ببین، میگه آ به روی سینوس آ،
بچه آ منظور زل مقابل آه دیگه، منظور از آ کیه؟ بی سیه دیگه، اینو میدونی دیگه، زل آ منظور از زل بی کیه؟ آسیه دیگه، اینا رو که میدونی. رابطه چی میگه؟ میگه آ به روی سینوس آ، ب به روی سینوس ب. من همو اولش یه سوال از تو میپرسم، تو اگه همو اول این سوال درست فکر کنی تا یه نیم ساعت یه ربع راحت. ببینید بچه ها، یعنی عملا میشه گفتش یه زل به روی سینوس مقابلش میشه اون یکی زل به روی سینوس مقابلش میشه زل سوم به روی سینوس مقابل، حالا اون دواره محیطی هم به جای. حالا لازم هم میتونه همه این تست تر کنی. من یه سوال ازت میپرسم، همین یه ذره رو تو با دقت بگی ما اوکی شده اون چیزی که میخوایم بگیم. میشه از همین تیکه این یه سوال طرح کنی، یه سوال طرح کنی از این مستطیله. یه ذره به این فکر کن، بعدش یه سوال قشنگ میپرسم، خیلی قشنگ میشه. یه سوال این بخوای طرح کنی چند تا اطلاعات رو باید به ما بدی؟ یه چند لحظه فکر کن، یه سوال خیلی خوب میخوام ازت به زودی بپرسم. من یه شکل اینجا الیپس تعریف کنم، حال کنی. خب ببین تو چطوری سوال تر کردی؟ باریکلا سه تا اطلاعات رو باید بده. خب تو سه تا اطلاعات رو که دادی، مثلا آقا اینو اینو میدی، حالا آر و سینوسش رو که نمیدی، زاویهش رو میدی دیگه، یا مثلا میگی سینوسش مثلا فلانه، میتونی سینوسش هم، ولی مثلا بگو آر 60 درجه است، زاویهش رو که میدی 60، مثلا بیم میدی. خب الان این سوال تو آ و بی رو دادی، الان این سوال از تو چی در میاد، از همون چی در میاد، از رابطه همون چی در میاد، اینو جواب بده. حالا نمیگم جواب بده، لازم هم نیست تایپ کنی، تایپ کنی که منو خوشحال میکنی. باریکلا این سینوس بی رو میده. حالا سینوس بی بالاخره منتهی به بی هم میتونه بشه دیگه، سینوسش رو وقتی داری، حالا شاید روند نباشه ولی بالاخره احتمالاً اگه روند باشه خود بی هم داری. حالا اینجاش قشنگه، اونایی که با من اومدن این ستا رو الان دادن، یه جاگذاری فرمول میکنیم، حالا مثالش هم حل میکنیم. سینوس بی مثلا در میاد، مثلا سینوس بی در میاد مثلا رادیکال 3 دوم. حالا اونایی که مثلثات بازن میدونن هم 60 هم 120. حالا اینجاش قشنگه، این قشنگه، هیچی دیگه بهت اضافه نمیدم، بهت هیچی دیگه نمیدم، اینو جفتشو میخوام، نه بالاشو میدم که پایینشو پیدا کنی، نه پایینشو میدم که بالاشو پیدا کنی. با همون ستایی که بهت دادم چجوری میری سراغ این کسر؟ من ساده انگار ممکنه بگم هم صورتش مجهوله هم مخرجش مجهوله. تایپ کن، حالا تایپ کن. هیچی بهت نمیدم، نه سی زل امیدم، نه سی زاویه رو بهت میدم، همون ستایی که بهت دادم امیدم، یک کلمه اضافه بهت نمیدم. چجوری میری سراغ این؟ باریکلا خانوم آبپرور، اگر درست گفته باشم باریکلا. بچه ها شما حواستون یه مطلب هم باید باشه تو قضیه سینوسا، زاویه آ رو که اصلا من دادم، زاویه بی یا سینوس بی رو تو در آوردی، ما آ رو داشتیم بی رو در آوردیم، تویی که آ و بی رو داری یعنی سی رو نداری، جمع زوایای مثلث سلامت باشی، جمع زوایای مثلث سلامت باشی، یعنی این اول این سیش در میاد. میبینی چقدر قشنگی آدم رابطه رو تمرکز، اول سیش در میاد، مخرجش که معلوم شد، این که معلومه، این هم که معلومه، مخرج هم که معلومه، زل سیم هم در میاد. ببین پس این میشه با تمرکز مسئله حل کردن. دمتون گرم که اینقدر پایه‌ای. آقا سوال یک، حالا یه چیزی هم من بهت بگم، اینم فوت کوزه‌گریشه، بعد میریم سراغ سوال. خودت هم گفتی ببین اینو دید چه، الان من فقط سینوسا درس دادم، خب معلومه سینوسا هم باید بریم، خب الان هنری نی، ولی وقتی قضایا ترکیب میشن این تو رو باید یاد سینوسا بندازه. حالا این چیه مثلا؟ مگه زل و رأس مقابل؟ هر وقت زل و رأس مقابل داشتی با یه اطلاعات، یه دونه اینو اینو داشتی با یکی این چهارتا از بی و سی و، ببین تو این بیزی و یکی بالا و پایینش رو داشته باشی، یه دونه این
مستطیلا رو هم داشته باشی سوالت حله دیگه، هر کدوم این چهار تا رو داشته باشی حله دیگه. پس یه دونه بالا و پایین، یعنی حالا تو شکل یا این دوتا یا حالا فکر نکن حتما با آ و سینوس آ باشه، تو یه دونه این سبز رو داشته باشی، یعنی هم بی هم بی رو داشته باشی، یه دونه دیگه از چهار تا آ و آ و سی و سی یه دونه دیگه داشته باشی تمامه. پس ورود سینوس ها اینه، زل و رأس مقابل. مثلا تو شکل بهت نشون بدم، اینو نگاه کن، همونو میدونی چطوری میبینی تو این اینجا رو ببین، چقدر شلوغش کردم من. ببین اینجا رو، اینها ببین، خود پدر سوختشه، نگاه کن اینها، این چیه مثلا؟ این یه کسرمه. چی میگه؟ آره دیگه راست میگه دیگه، این الان مثلا به روی سینوس ب اینو داری؟ ببین این چشه تو بگیره، این انگار اینه، یا حالا نه اینه، یکی ایناست، یکی با روبروشه، یه چیز دیگه هم داری دیگه، اینم یه چیز دیگه هست، شد سه تا چیز. دیدی؟ مسئله رو اول باید فهمید چی کار میخواییم بکنیم، اونم این مسئله. حالا چرا ما جلوتر یه مسئله ترکیبی میگیم، چهار تا مسئله تو همه، آدم اول نمیدونه چی کار بکنه، ولی اینو همون اول باید بفهم. پس من الان میخوام بنویسم. چی بنویسم؟ بگو. چهار رادیکال سه به روی سینوس 90. موافقی؟ صدا رو. چهار رادیکال سه به روی سینوس 90 مساوی چیه؟ بگو. آ به روی سینوس 60. ببین الان سه تاش معلومه دیگه، آمو میده. حالا مثلا من اگه اینو بگیرم ب، این چطوری میشه؟ سومی رو از کجا پیدا کنم؟ من کم توجه ممکنه اینجا بنویسم ب به روی سینوس ب. خب عمو جون این که تا قیام قیامت حل نمیشه، هم صورتش مجهوله هم مخرجش مجهوله، خدا هم استغفرالله نمیتونه اینو حل کنه. تو اینجا 90 و 60 150 30 درجه دیدی حل شد. این چه قشنگه، دمتون گرم. این درس اینه. حالا اینا رو من حساب میکنم واسه، من اینا رو واسه حساب میکنم. ببین قرار شد اینا سینوس 60، الان میخوام عدد بذارم. حالا اگه بلدی دمت گرم، بلدم نیستی بازم دمت گرم، یاد میگیری. اینو میذاری رادیکال 3 دوم ببر و بیار رو سینوس 30 میذاری 1 دوم همه در. شما الان اینو حل کن، مورد 2 رو شما حل بکن، بدو تا من عدد اینو پیدا بکنم. بنویس. حالا محاسبش هم اگه انجام بدی که فوق‌العاده است، اگه محاسبش هم انجام ندی حتما بنویس. بریم. نوشتی؟ آره خیلی خوبه مهمان، خوشش اومده. خوبه باریکلا، منم خوشحالم، منم میگم ایول. خب بیا بریم آقا. آب روی سی، ببین این همه کجاش چشتو میگیره، چه حرفی؟ حالا نمیخواد واسه من جانم از آب بکشی، این کجاش چشتو میگیره؟ میدونی من کجاشو میگم؟ اینجاشو ببین. ببین اینجا نگاه، اینو رو هوا باید بزنی. میبینی اینطوری تست میزنن، اینو تو رو هوا باید بزنی، بگی من صورت و مخرج یک کسرم رو دارم. الان یک کسرم من راه افتاده، این رو یادداشت میکنم. آ به روی سینوس آ، دو به روی، ببین این الان یک کسرم رو راه انداخته دیگه. حالا ببین تو چهار تا ظاهرن مجهول داری، حالا رو چهار رومیش یکی به دادت میرسه که جمع زوایا 180 درجه است، ولی حالا بذار برسیم به آخرش. الان اینی که اول به دادت میرسه قبل همه این 45، پس میشه چی؟ میشه آسی یا بی میگن به آسی به روی سینوس 45 درجه. حالا سومیشو تو بگو به من، سومیشو باید چیکار کنم بچه ها؟ حالا هم بیش مجهوله همه چیش مجهوله ظاهرن، ولی باطنن این یه 30 داره، یه 45 داره، این 75 تا 105 تا خیرشو ببینی. حالا دیگه میمونه حساب، همچی کار راحتی نیست. حالا ما میگیم میمونه حساب کتاب، منتها اینجا من وسط کلاس هندسه باید طرف این وسط این کنم و گویا بکنم، اینو دیگه فکر میکنم در شأن کلاس هندسه نباشه، هرچند تا یه سال اینا رو بررسی میکنم. منتها امروز حالا اومدی دو تا مطلب من یادت بدم به طرف این وسط این بگذرونم سزاوار نیست. این الان
جواباشو من حالا برات می‌نویسم. اوکیه بچه‌ها، این الان اولی مجهولش که در میاد کیش در میاد؟ یعنی چه باحاله؟ اول بیت در میاد، اول بیت در میاد، بعد اینو پر میکن. البته من میگم اول که دو دیگه اینو بنویسی، حالا سی تا هم میتونه اول درات دیگه، درسته بچه ها؟ به جای سی باید آ بنویسم. زنده باد، مرسی خانم، راست میگه دیگه، این سومیش آ میشه دیگه، زله بی سیه. ممنونم ازت خانم فاطیما، متشکرم از حضور ذهنت. این از این، این چه باحاله؟ حالا یه مطلب این سهش هم همینه دیگه. فقط بچه ها اینو همینو میخوام چند مدل ببینی. حالا این شک کشیده، ببین من سه رو نمیخوام حل کنم، ببین بگو چشت کجا رو میگیره. به این میگن خبره شدن. خبره شدی، حالا ما هم جواب میدیم. بگو ببینم این کجاش. بچه ها من نمیدونم، حالا من یه ساعتی دارم با تخت گاز میام که آره سعیم برای این بوده، منتها چون تو ترافیک گیر کردم الان همش فکر کنم ماشین داره رد میشه کنارم، یعنی الان مخم انگار وسط اتوبان هنوز. میبخشید الان اینجاش چشم منو گرفته، میبینی؟ همونه دیگه، این الان یه کسرم میده. ببین اینو دانش آموز اینطوری رو هوا برنامهش میکنه، رو هوا میگه من الان یه کسر رو دارم. چرا یه کسر رو دارم؟ چون ده به رو بذار بنویسم منم دیگه به جا حرف زدن. اینو داینامیکش کنیم به قول حالا فیزیکی ها، استاتیک نباشه، پویا میشه چی؟ ده به روی سینوس 120. آسی یعنی کی؟ آسی یعنی بی دیگه. ده رادیکال 6 سوم، اون اگه آسیه به روی سینوس بی. خب اینجا اولین چیز این دفعه چی در میاد معلومه دیگه، چی ده؟ من همچین میگم چی در میاد انگار مثلا لپ لپه. خب چی در میاد؟ این سینوس بیش در میاد، سه تا معلوم هم این دفعه، ولی این کسره رو میبینی همیشه کامله. سینوس بی رو به هم میده، بی رو که دادم سی رو به هم میده، الان سی فعلا مجهوله. اینو به هم میده، با بی حساب میکنم من حالا اینو. بذار بگیم این چند میشه، الان حساب میکنم. حالا این به این صورت حله، عددشو من حساب میکنم الان واسه. خب سلامت باشی. پس یه جمله جمع‌بندی کن، یه جمله جمع‌بندی کن برام سوال بعد. عملا خیلی مهمه، به جرات به من بگم، اگه بگم تو سه تا کتاب، مجموع سه تا کتاب یه دو تا سه تا جمله درست حسابی بگو، یکیش اینو میگم. میشه به من بگی توی یه مثلث چند تا اطلاعات بهت بدم بعدم نمیاد تایپ کنی؟ تو برا من تا تهشو میری. چند تا؟ همین الان سی دفعه گفتی. حالا بذار من اینو حساب بکنم. بیش میشه 45. بچه ها یه لحظه تایپ کردین اینو؟ باریکلا باریکلا. سه تا، سه تا اینو نگه دار تا برگردم سراغ سوالم. یه لحظه من نگاه کنین، یه اتفاقی رو میخوام به من توضیح بدین، اونایی که مثلثات حالیشونه. یه لحظه من نگاه کن، من اینو طرف این وسط این که میکنم، ببین عددی بری اینو ببری سینوس 60 رادیکال 3 دوم بذار ببر و بیار، سینوس بی میشه رادیکال 2 دوم. بذار یه چیز باحال بهت نشون بدم، رفتی تست بزنی گیج نشی. بچه ها ببین اینو من حساب که کردم سینوسش شد رادیکال 2 دوم. اینو یه بار به من بگو اتفاق میفته تو امتحانا. حالا اونایی که حالیشون بیشتر هست، بچه ها سینوس که رادیکال 2 دومه، ببین این یه چیزیشو همه تون میدونین. ببین این محور سینوس هاست دیگه، اینه دیگه محور ایگرگ، محور سینوس هاست. 45 رو همه قبول دارن، 45 درجه سینوس دیگه بلدی دیگه، این کار رو من الان فقط دارم یه اشاره میکنم، این کار بهتر از من اساتید حسابان گفتن میگم. حالا مسئله اینه که یه زاویه دیگه هم سینوسش رادیکال 2 دومه. باریکلا آقا کی میگه فقط 45؟ الان شما اگه یه طوری بری که 45 تا بمونه، 45 تا بمونه یعنی اصلش چند درجه است؟ 135 هم همون سینوس رو داره. شما ببین حرفتو درست بزن. این که میگم حسابم بکنی وسط حساب کتاب خیلی باحاله، اصلا یه سوالای جالبی پیش میاد.
تو عمو جون اگه سینوس تو در آوردی رادیکال دو دوم، تو دو تا پد جواب داری، هم 45 هم 120 که همو اول پر کردی ماشاءالله، این 120 خب باشه دستت درد نکن، اینم میخوای بشه 135 تا قورباغه راک اند رول باید بخونه ابو عطا هم دیگه میگذره، 120 و 135 دو تا زاویه شد 250 درجه، فهمیدی؟ پس هرچی هم جلو دستت رسید قبول نکن. ولی همین تست رو ما داریم، همین تست رو داریم، آ رو نداده 120، آ رو داده 60. حالا اگه آ 60 بود بازم همین دوتا در می آورد، بازم 135 رو نمی گرفتی، البته معلومه دیگه 60 هم بود 135 رو نمی گرفتی دیگه، بازم ما میخواستیم مثلا مثال بگیم بگیم میشه، اونم نمیشه، بازم همون میشد 45. پس ببین چقدر ریزه کاری قشنگ داره، پس ما اینو میپذیریم، اینو نمیپذیریم، اینو میپذیریم و سینوس 30 رو میذاریم چند بچه ها میشه 15 درجه. این چقدر قشنگه اصلا به خدا. مسئله اینه که باید تو لذت ببری از حل اینا، کما اینکه من از تدریسش لذت میبرم. حالا این کی بود؟ آسی و بی سی، این میشه آبی دیگه، یعنی زل سیه، بعدم سی صورت در میاد، خیلی قشنگه. چطوری مثلث در نظر گرفتیم؟ کلش مثلث نمیشه؟ چرا نمیشه؟ ببین قضیه وجود مثلث، آخه الان جواب سی رو من در نیاوردم که، قضیه وجود مثلث میگه جمع دوتا باید بزرگتر از سومی باشن، فکر نمیکنم مشکلی پیدا بکنن سوگن، حالا باز حساب میکنم. اصلا وقتی مثلث تو قضیه سینوس ها قرار بگیره اولا چک شده. آره این از این. حالا یه ذره تستی تر میشه، منطقه نمیتونم دیگه زیاد تستیش کنم اینو، مثلا اگه ما بخوایم به عنوان یه تست بررسی کنیم، ببین میشه تست دیگه، خیلی قشنگه. بی سی رو چطوری پیدا کنم؟ یکی دو تام تست بگیم بریم سراغ مطلب بعدی، بیشتر میخوایم تشریحی برسونیم بهتون، یکی 20 خوشگل بگیریم، البته به زحمات استاد سالیانتون، ما که حالا کوتاه در خدمتتون هستیم. ببین من میگم یه آبی رو میخواد، ببخشید بی سی رو نمیخواد، آبی رو میخواد. خب این آبی، خب من میگم بریم تو همون مثلثی که هست پیداش کنیم دیگه، مثلا آره دیگه کجا برم پیداش بکنم؟ خب تو ایکس هم توی آبی سیه، نظرت چیه؟ برم تو آبی سی شروع کنم؟ خب شما میتونی حالا یه دونه گواه باشی خانم آب پرور، اگه من درست بخونم اسم شما رو، که آقا ببینی حرفایی که من میزنم، ببینی چند نمرش کنیم تا هم بوده با یه ساعت و نیم. خب بچه ها من میخوام برم ایکس رو پیدا کنم، طبیعی هم هست، تو همون مثلث بالا میرم، بالا را نمیفته، جون نداره، من اصطلاحا میگم ته سال جون نداره. آره جون نداره. چرا جون نداره؟ 10 دفعه بهت گفتم، 20 دفعه هم خودت گفتی، مثلثی را میفته که 3 تا چیز داری، شما خدا نگرت داره، الان یا آ داری یه 60 درجه داری، یکی هم گفت یه ایکس هم، ایکس که مجهوله، ایکس هم با ما حساب میکنی. اینم بهت بگم زاویه 3 تا زاویه 3 تا چیز حساب نمیشه، با ما دیگه 4 دفعه حساب نکن دیگه، یکی و دوتا حساب نکن، 2 تا زاویه همون 2 تا زاویه حساب میشه. حالا چون تو جمعش گذاشتی شده 180، به ما رکب میزنی میگه آخه یکی اینطوری که آقا اینم دارم شد 3 تا. خب اینو که همه میدونن سیه، سی درجه است، بیو میگم، پس این قبول نیست، چیزی نداریم، قبول. حالا خب بگین چیکار کنم؟ این من اصلا میگم کچله، فایده نداره بالاییه، تو باید بری سراغ پایینیه، یه چیشو دری بری کمک بالاییه. حالا اگه گفتی از پایینیه کیکیشو در میارم که به درد بالاییه بخوره، بچه ها مثلا من اینو پیدا کنم به درد بالاییه میخوره؟ این چه به درد با مثلا چه میدونم ماشین بابایی تو به درد من میخوره؟ خدا وکیلی نه والا، کاش میخورد، ولی خب ماشین پدر تو که به درد من نمیخوره که. این مال اینه، شما بی دی رو پیدا می‌کنید، چه روون چه قشنگ، درسته بچه ها؟ پس من الان یه بار حالا خیلی سریع تو بی سی دی دوتایی، به اینا میگن قضیه سینوس های دوتایی، تو بی سی دی چشم هم میدونی کجاشو گرفته؟ کجاشو گرفته چشم؟ گفتم چی رو حواست باشه؟ شما الان یه 60 تا 75 135
اینو اینجا 45 چشم این دو رادیکال دو 45 رو گرفته. اوکی میبینی همه همون کسرس ها، چقدر قشنگ اولش کسره رو کاشتیم. آقا میشه دو رادیکال دو به روی سینوس 45. حالا بی سی رو بگو دیگه، بی دی به روی سینوس 60. این چقدر قشنگ، بقیهش هم کاری ندارم چون من همین بی دی رو میخوام. خب چی به دست میاد بچه؟ حالا عددش رو دیگه من واقعا حساب نمیکنم. من بعد چک نویس یه دقیقه رادیکال دو دوم رادیکال سه دوم چیز خاصی هم نیست، بس ببینیم. حالا این میشه رادیکال دو هاش که با هم میده میشه چهار، میشه دو رادیکال سه. بیا بچه ها بی دی میشه دو رادیکال سه. حالا بی دیت که شد دو رادیکال سه، باز یه بار دیگه حساب میکنم، برو سراغ یه دونه سینوس ها تو عادی بی بنویس. یه سینوس ها تو عادی بی بنویس. چی بگم تو حالا دیگه اینم بزن، دیگه اینم بزن، یه بشکنم میزنیم خودمون واسه خودمون، پپسی هم وا میکنیم. خب ببین الان چی چشه تو میگیره؟ 92 رادیکال 3. میبینی؟ خبره 92 رادیکال 3 میشه 2 رادیکال 3 به روی سینوس 90 x به روی سینوس 60 درجه که میشه 3 فکر میکنم. سینوس 60 آره دیگه، x هم میشه 3 اگه حالا من تون تون درست حساب کرده باشم. ایکس هم سه. خیلی قشنگی میشه تست دیگه. اینا تشریح فاصله میتونه تشریحی هم باشه ها، ولی خب جون داره دیگه حل نمی کنم بچه ها، که به بحثای دیگه هم برسیم. فقط الان تست پنج رو تزشو بده، تز تست پنج رو بده ببین چقدر قشنگه. یه سوال از خودت ببین، با سوالای من پیش برو خودت میفهمی که چقدر قشنگ میشه فکر. x تو کدوم مثلث در میاد؟ MB دیگه. x تو کدوم مثلث در میاد؟ معلومه BMC. حالا تو BMC دوتا رو داری؟ اگه داری رو کن بنویس، اگه نداری اول به داد BMC برس دوتا رو بذار روش، بعد ببینیم چی میشه. باریکلا. خب یکی باریکلا بی دی روی سینوس 90، بذار چک میکنم اونم میلو فرخانم. ببین نیلوفر اینو، این بی سی دی بی دی رو برای پایینی نوشتم. ببین این رابطه سینوس های بی سی دی، نیلوفر این که میگی بی دی به روی سینوس 90، بله اگه برای بالایی بنویسی همین میشه، منتها من این اولی رو برای بی سی دی نوشتم، پس میشه دو رادیکال 3 به روی سینوس 60. آره. خب فکر کنم متباری کلا باری کلا باری کلا دمتون گرم دیگه. این سینوس ها رو من یه مقدار زودتر رد شم به کوسینوس ها برسیم. ببین میدونی چیه؟ آخه یکی گفت ما تو کلم ستا رو نداریم. یه ذره کار کن بابا جان. چرا؟ تو کل ستا رو داری. این یکی، این یکی، خب سی نیست، سی که کل زاویه نیست، هیچ کدوم سی ها مال کل نیستن. الان سومین چیزی که تو از کل داری که تازه کل را بیفته، بابا این پایین رو داری عمو. اینو نگاه کن، تو مگه یه توی ام بی سی یه سی و یه 135، یعنی این خودش 15ه. پس من سومین رکنی هم تو آبسه دارم. کیه سومین رکنم؟ 45 بیه. من حل نمی کنم، ولی یک، اول قدم یک، سینوس ها تو کی میری؟ یه سینوس ها توی کل میری؟ کیو در میاری؟ اگه گفتی کیو در میاری؟ سینوس ها میری که چی پیدا بشه؟ سینوس ها توی کل میری؟ بی سی رو در میاری. چیز دیگه ای نمیشه در این که به درد پایینیه بخوره. بی سی به دست میاد. بعد قدم دو دیگه معلومه دیگه، درسته؟ قدم دو چیه؟ سینوس ها میری تو کجا؟
در همون جایی که ایکست قرار داره BMC خیلی قشنگه، به شرط اینکه بچه ها مینه شما پایه باشن، اینطوری مبادله پاسکال مثل پینگ پونگ میمونه، هیچ با دیوار که پینگ پونگ نمیشه بازی کرد. دمتون گرم، آفرین، ما هم لذت میبریم از این کار. خب حالا بچه ها یکی دوتا من نکته آوردم، بدم نمیاد بگم والا بهت، شاید آخر ساعت بگم، منتها نمیشه که ما یه ده آباد آباد کنیم بقیه ده ها همه خراب. این سینوسا همینقدر حالا بسته نکته داره بازم، ها در حد کنکوری، ولی من فکر کنم 70-80% اثبات تشریحیشو که تقریبا 100% اثباتش هم بهت میگم چون متن کتاب. ببین من میخوام قضیه سینوسا رو اثبات کنم. اولا چی میخوام ثابت بکنم؟ یه بار به من بگو من میخوام چی ثابت کنم. قضیه سینوس ها به من این شیشو حل نکردم. میخوام ثابت کنم آ به روی سینوس آ مساویه، دیگه میدونی دیگه چی میخوام ثابت کنم دیگه. حالا سومیش هم نمینویسم، مشخصه. دو آر حله؟ خب من میخوام اینو ثابت کنم. الان میدونی چی ثابت کنم؟ من اول یه قانون بهتون بگم، ببخشید بچه ها، فکر میکنم رفتار من مشخصه که حالا چقدر جدی هستم و چجور آدمی. حالا نه رو رفتار کسی که معلوم نمیشه چجور آدمیه، نباید قضاوت کرد، ولی یه حرفایی یه موقع میزنم بد برداشت نکن حرف منو. حالا میگم با اخلاق من که بیشتر آشنا شی متوجه حرفم میشی. من یکی از این حرفایی که میزنم برای اثبات، ببین هر اثباتی ریز نشو، مثلا اینطوری میگم، میگم میخوای اثبات کنی، ببخشید حالا برداشت بد نشه، ریز نیا، درشت بیا. چه حرفیه ریز نیا درشت بیا؟ یعنی چی؟ یعنی اول کلیت اثباتو بگو. مثلا میخوای یه چیزی ثابت کنی، بگو از فیثاغورسه، همین بسه، بقیهشو ریزشو حالا موقع اثبات میاد تو مخت. حالا من میخوام اینو ثابت کنم، میدونی چی ثابت میکنم؟ ببین اول من چی رو ثابت کنم. اوکیه، من آقا ببین اگه برسم به اینجا حله، اگه مثلا برسم به این که سینوس آ اینه، سینوس بی هم مثلا همینه، رضایت میدی؟ اول من هدف گذاری کنم، من میخوام برسم به اینجا، اگه برسم به اینجا اینو قبول داری؟ بگو نه. واسه چی قبول کنم؟ قبول داری یا قبول نداری؟ آقا من اگه اینو ثابت بکنم، هم بالایی و هم یک رو ثابت بکنم، هم دو رو ثابت بکنم، حالا سهش هم ثابت میکنم، یه دونم برای سی، تو اینو قبول نمی کنی؟ قبوله، باریکالله، باریکالله، آفرین، آفرین، خوشم میاد اولش فکر میکنی، آره قبوله. میدونی چرا؟ من اگه این یک رو ثابت کنم، دو آر رو بیار این ورش، یعنی ثابت کردم دو آر آ به روی سینوس آه. تو پایینی هم همین رو ثابت کردم، تو پایینی هم اگه اینو ثابت کنم، یعنی دو آر رو بیار تک کن، دو آر طرفین جاشو سینوس عوض کن، یعنی ثابت کردم دو آر به روی سینوس به دیگه. خب من ثابت کردم این دو آره، ثابت کردم اینم دو آره، دیگه چیکار میخوای بکنم؟ قبوله؟ آقا قبوله، 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 درسته؟ پس من اگه ثابت کنم آ به روی این سینوس آ اینه، سینوس به همینه، دو آ... یه دونم سیشو ثابت میکنم، قبوله؟ قبوله. حالا من نگاه کن، اصلا پیچیده نیست، اصلا پیچیده نیست، یه لحظه من نگاه کن، دو سوت برات ثابت میکنم. این تعریف سینوسه دیگه بچه، سینوس اصلا تعریفش چیه؟ مقابل به وتر، ا وتر. خب وتر فقط در مثلث قائم الزاویه وجود داره. ببین من میخوام اینو بنویسم، من میخوام یه سینوس آ بنویسم. میدونی نمیتونم الان سینوس بنویسم برای این مثلث. اگه گفتی چرا نمیتونم برای این سینوس بنویسم، ببین قضیه سینوس ها رو ول کن، اون کلاسیک سینوس، به خاطر اینکه این بابا اصلا قائم الزاویه نیست که تو بگی سینوس آ مقابل به وتر. ببین یه کار میکنم، قشنگ دقت کن، قشنگ دقت کن، کمان بی سی رو میبینی؟ یه زاویه روبروی کمان بی سی بگیر، یه زاویه روبروی کمان بی سی بگیر که قشنگ قد آ بشه. اینجا رو نگاه کن، از او هم بگذرون. ببین آقا یه زاویه روبروی این گرفتم، الان این زاویه آپریم رو نگاه کن، همه دقت کنن به نقطه آپریم. آپریم دو سه تا ویژگی داره،
میدونی آپرین ویژگیاش چیه؟ اولا قد آل، مهمترین ویژگیش اینه که قد آل. ای به خدا چرا قد آل؟ اینم که آه دیگه بچه، این زل اسمش آه دیگه، من کاری ندارم، تو هر زل بی سی اسمش آل. بچه ها آپرین معلومه چرا قد آل؟ به خاطر اینکه روبروی کمان بی سی هن هر دو، مثلا همین جام گرفتم. حالا یه راه نمایید کنم، مثلث ABC نه، آپریم BC قائم الزاویه است. ببینیم بچه ها، یه نکته ای ما میگیم تو دوازدهم به نام مدوسا. مدوسا چی میگه؟ حالا اسمش مهم نیست، میگه هر کی یه اسطوره یونان بوده، اسطوره نبوده البته، هم چیز منفی بوده، هر کی نگاه میکرده سنگ میشده، اسمش مدوسا بوده، هر کی نگاه میکرده سنگ میشده. حالا ما هم اینجا تو درسمون یه ذره شبیهشو داریم، حالا ربطی هم نداره. از رو قطر، دو سر قطر رو، از رو دایره دو سر قطر رو نگاه کنی 90، این حتما 90 میشه، نه این هم الان 90، اینا همه سنگ میشن، این هم 90. چرا 90ن؟ هر کی قطر رو نگاه کنه سنگ میشه، میشه 90. درسته؟ چرا 90ن؟ به خاطر اینکه روبروی کمان 180 درجه هم دیگه، اگه این نیم دایره است، این کمان 180 درجه است، نصف 180، اینا همینش 90. هر کی قطر رو نگاه کنه میشه 90، قطر رو نگاه کردی دو سر میشی 90. حالا اینجا کی واسه ما شده 90؟ شکلمو نگاه کن، تموم شد، والا تموم شد اثبات. تموم. آقا کیش 90ه؟ ABC که اصلا 90 نداره. آپریم BC زاویه بی، من میگم بی، ولی بیه این مثلث بیه ABC نیستا. ببین یه ذره بذار من اینو گنده کنم، ربطی نداره. ببین بیا با هم فرق میکنن، اینجا نگاه کن بچه، بی که تو ABCه، بی که تو قهوه‌ای است، با بی که تو قرمز است فرق میکنه دیگه، اینو درک میکنی دیگه. بی که تو کدومه 90ه؟ کدومه اینا الان 90ه؟ این 90ه؟ آخه چرا این 90ه؟ نه این 90 نیم، این 90ه. چرا این 90ه؟ چون این آپریم بی سی روبروی قطره. قبول این 90ه؟ آقا تموم اثباتم. یه سینوس بگو بریم خونه، هر کی بره به زندگیش برسه. خب بذار یه لحظه من اینو درستش کنم. بیا آقا ببین، من پس اولی توی کی دارم این روزه رو میخونم؟ توی آپریم بی سی که قائم الزاویه است. توی آپریم بی سی که قائم الزاویه است، یه سینوس بگو تمومه. بگو همون یه سینوس بگو. سینوس آ مگه نمیشه مقابل به وتر؟ بچه ها مگه سینوس نیست مقابل به وتر؟ میشه بگید این مقدار چیه؟ مقابل زاویه سینوس آپریم. بچه ها مگه این وتر نی؟ دو آره دیگه، این وتر دو آره. سینوس آپریم میشه مقابل به دو آر، همونیه که میخواستی دیگه. تو یعنی چی ثابت کردی الان؟ تو نتیجه گرفتی سینوس آپریم آب دو آره. تمومش کن، تمومش کن. سینوس آپریم که آ به دو آره آخرین تیکه. حالا میفهمی من چرا آپریم رو طوری گرفتم که برابر بشه با آ. حالا تیکه آخر میگم آقا آپریمم همون آمه، چون روبروی یک کمانه. حالا یعنی میدونی چیکار کردم؟ من از آپریم مایه گذاشتم، چون تو قائم الزاویه بود یه سینوس نوشتم، چون اونو میتونستم برش سینوس بنویسم، چون اون تو قائم الزاویه بود آپریم. بعد چون آپریم قد آ بود، زاویهش قد این بود، گفتیم بیا آقا این سینوس که مال اونه مال تو هم بشه. بچه حالا این حل دیگه، این یکی همون چیزاییه که خواستی دیگه. حالا یکی دیگرش هم ثابت کنیم، یکی دیگرش هم ثابت کنیم. پس اینو متوجه شدی؟ یکی دیگه سوالی داره کسی؟ بله. ببین هر کی نسترن خانم، هر کی روبروی قطر باشه، ببینین مثلا یه دایره، این قطرش، هر کی روبروی قطر باشه میشه 90. چرا؟
چون این کمان نیم دایره 180 درجه است دیگه، زاویه محاطی میشه نصف کمان، اینم دو آره دیگه، وترت هم قطره، این 90 میشه، اینم دو آره، روبه روش هم 180. حالا من میخوام برای ب ثابت کنم، دوزاریت میفته، همه بالا. ببین من اصلا میخوام چی ثابت کنم، تو اول بگو میخوام چی ثابت کنم. میخوام ثابت کنم، ببین اولش گفتی به من دیگه، میخوام ثابت بکنم سینوس ب. آقا با سینوس، اسمش قضیه سینوس هاست، خدایی میخوام از کجا، از مریخ شروع کنم؟ سینوس ب، به روی دو آره، میخوام اینو ثابت کنم. اینو ثابت کنم مگه چی میشه؟ اولش بهت گفتم دیگه، اگه تو اینو هم ثابت کنی، یعنی دو آر به روی سینوس ب، اینو هم ثابت کردی، دو آر آ به روی سینوس آ هم هست، دو آرشو میذاریم کنار، آ به روی سینوس آ میشه به روی سینوس ب. پس میخوام یه سینوس بنویسم. ببین اصلا استیلش معلومه، قضیه سینوس هاست، میخواد چیکار کنم؟ بالانس بزنم؟ قضیه سینوس های سینوس می‌نویسن. فقط دوباره همون مشکلات رو ما داریم. اگه گفتی چی؟ اینو یادت، اینو داشته باش. من نگاه کن، من اصلا قائم و زاویه ای ندارم که مقابل به وتری داشته باشم. من نگاه کن، تو یه زاویه باید پیدا کنی، اولا قد بی باشه. ببین باید یه مثلث پیدا کنی، یه به پریم نامی قد بی بشه، ثانیاً قائم هم باشه. ببین چیکار میکنی، کمان روبروی بی رو نشون کن، بپریمت باید روبروی این باشه، حتما بپریمت باید روبروی این باشه، که تهش چی بگم؟ بگم ب قد بپریمه، قائم هم باید باشه. من نگاه کن آقا، من نمیخوام این کمان تو مثلث هم باشه. ببین دو تا کار میتونی بکنی، یا از آ از او بگذرون، یا از سی و او بگذرون. ببین بعد وصل کن به اون یکی، مثلا از سی و او بگذرون بعد وصل کن به آ. الان این مثلث رو نگاه کن، قشنگ قرمز رو نگاه کن، به نام آ ببخشید آ، آره همون آ بپریم سی، بگو همون اسم اینو، آ بپریم سی شد این مثلث. 90 چه خبر؟ 90 داری تو آ بپریم سی؟ بچه ها کدومش، خواهش میکنم کدومش 90ه خانوم ها؟ آیه تو قرمزه ها، نه آیه توی بنفشه قهوه‌ایه، نه بپریم یا سی، کدومش 90ه بچه ها؟ بله آیه 90ه دیگه، نگاه کن این 90ه، این 90ه. چرا این 90ه؟ چون روبروی قطره، قطرت هم دو آره دیگه. بچه ها اینم اسمش چیه؟ اینم زل بیه دیگه، این قبوله، چه تو قهوه‌ایه چه توی، حالا زل که بیه دیگه، مال اینو مال اون نداره. حالا آقا یه سینوس بپریم بنویس، تمومه، تموم شد. سینوس بپریم بگو، یه سینوس بپریم بگو. بچه ها سینوس بپریم میشه مقابل به وتر. آقا این زاویته، بپریم مقابلش کیه؟ بی. وترت کیه؟ دو آر. ببین چه قشنگ، سینوس بپریم بی به روی دو آره، تمومش کن. کی مساویه کیه؟ بچه ها بپریم ما چون روبروی همون کمانیه که بی روبروشه برابر بیه، اصلا از اول برای همین به پریمری یه طوری میگیرم که قد بی بشه، تمومه. پس میتوان چه گفت؟ میتوان گفت سینوس بی به روی دو آره. حله؟ دیدی؟ میدونی حالا تو فکر میکنی، ببخشید بچه ها جسارت نباشه، آدم فکر میکنه یه چیزایی رو میفهمه، منم همینم، منم اول مثلا فکر میکنم، یارو میگه آقا این چهارا رو میری، چهارا رو در دست راست میری، بعد میری چی دست، میگم آها آها 20 متر میرم یارم میره، همه همینن. تو همین خطه رو باید تمرین کنی، تو باید خطه رو تمرین کنی، اون خطه رو که میکشم اصلش اون خطه است، بیاد دستت. مثلا برای آخرین بار برای سیشو میگی کدوم خط رو باید بکشم؟ الان یه لحظه تجسم کن، من اگه بخوام اینو ثابت کنم، مثلا
مثلا بخوام سینوس سی رو ثابت کنم، الان برای سینوس سی من باید کدوم خط رو بکشم؟ اینو. ببین تو اگه میخوای سینوس سی رو ثابت بکنی برای خودت در نظر بگی الان کدوم خط رو میکشی، باید یه سپریم پیدا کنی که روبروی این زل باشه، این زل سی 90 هم داشته باشه. ببین من مثلا من الان اینم پیدا کنم یه خواستم اوکی میشه ها، ولی دومیش نمیشه. الان این چه اشکالی داره من سپریم بگیرم سینوس بنویسم تو قرمزه؟ الان اشکال اینی که من کشیدم خوبیش چیه؟ اول بگو خوبیش چیه. خوبیش اینه اینم سیش قد سپریمه، یعنی تو اگه سینوس سپریمو داری میتونی بذاری جاش سینوس سی. منتها بدیش چیه؟ اینی که من کشیدم غلطه، این بدیش چیه؟ باریکلا بگو مشتی. خب اگه اینو میخواستی بکشی که خودش بود، این 90 نداره، این قرمزم، این قرمزم الان قائم الزاویه نیست. من میخواستم این قائم الزاویه بشه، تو این سینوس بنویسم پاس بدم سینوسشو به اون. تو این یکی هم که زدی داغون کردی، خب تو بکش. اومد تو مخت حالا یکیشو ببین دوباره از اول. ببین چقدر ریزکاری داره. خب اینو باید بکشی. ببین این کمانو بگیر، به سه رو بگیر، ولی یه دونه اینو بگیر، از قطر بگذر اینو بگیر، بیا اینو بگیر سپریم. الان این هم خوبیه اون قبلیو داشت، همون کاستیمون برآورده شد. الان ببین سپریمت هم سیه. من میتونم اگه سینوس سپریمو نوشتم، آقا زاویهش مساویه، حالا من کاری به مثلثات ندارم، آلفا مساویه بتاه، سینوس آلفا رو اگه دارم خب سینوس بتا هم همونه، حالا قائم هم نباشه، هم 90 داری، این 90ه. میبینی این چه قشنگه؟ آقا یه کلمه بگو تموم شه. چی؟ از باریکلا یه جور دیگه هم میشد اینو کشید. ببین ایوه اینو میتونستی بی سی رو، ببین بی سی رو صفر باید بچسبی، بی سی شو باید یقه کنی، میتونستی اینطوری بگیری، از او بگذرون، از تای اینا بله اینو بگیری، اینم میتونه سپریمت باشه. میبینی؟ هم قد سیه هم 90 داره، این دفعه آه 90 میشه. آقا بگو تمومش کنیم. آقا اثبات قضیه سینوسا یه کلمه بگو، یه کلمه. خب چجوری بگم؟ دو ساعت دو داری حرف میزنی، نوبت ما که رسید شد یه کلمه. آره بعد یه کلمه بگی، یه کلمه اینو ثابت کن، هم اینو ثابت کن. این سینوس آقا قضیه خداوکیلی ما قضیه سینوس ها مثلا بریم خواجه حافظ شیرازی رو تو گور دریم سینوس باید بنویسیم دیگه. خب خودت میاد تو مخه سینوس تو چه مثلثی مینویسن؟ قائم و زاویه. مثلث تو اگه قائم نباشه چی؟ یه قائم پیدا میکنیم که یه زاویه مشترک داره دیگه، بقیهش میفته خودش حله. این به این صورت. یه حالت هم داره منفرج است، این همونه والا، فقط اینو میگیرن اینوری میکنن. یه لحظه من نگاه کن، تو اگه این دفعه منفرجه باشه نمیتونی اون خط رو بکشی، اگه منفرجه باشه نمیتونی یه سی پیدا کنی، نمیتونی قائم باشه روبروی اینم بیفته، یه ذره ماجرا میشه، ماجرا میشه، خودش میشه 90، اصلا ماجرا میشه. منفرجه رو اینو این اون ثابت میکنن، میگن آقا تو این آ رو با این آ بگیر، یه دونه مکملش رو میگیرن، این دوتا مکملن دیگه بچه ها. مگه این آپریم مکمل آنی؟ سینوس هاشون برابره. منفرجهش یه نگاه بنداز کتاب، اصلش همین بود. حالا من منفرجهش رو واردش نمیشم، یعنی برسم میرم منتها خب دیگه بعد تایممونم حواستمون باشه، موبایل ما باتریش تموم شده نمیدون ساعت چند. خب وقت داریم مطمئنه همسون. آقا این شد قضیه سینوس. یه قضیه دیگه داریم، بذار یه ذره کار کنم باهات اینم. قضیه دوم قضیه کوسینوس ها، یکی از مهمترین رابطه های ما تو کل ستا کتابه. نگاش کن تیپشو، یعنی بلش کن نگاه نکن، یه لحظه من نگاه کن. فیثاغورس رو میتونی برای من توضیح بدی؟ نه دیان سطحی، نه توضیح. من توضیح بدم آدو مساوی به دو علاوه سه دو نمیشه توضیح فیثاغورس. من توضیح بدم فیثاغورس. بچه ها فیثاغورس خیلی قضیه مهمیه دیگه ها. ببین توضیحش اینه آقا، فیثاغورس رابطه سه ضلع رو توضیح میده،
فیثاغورس رابطه سزل رو توضیح میده در یک شرایط خاص. میدونی در چه شرایط خاصی؟ 90 درجه باشه. فیثاغورس میگه اگر 90 درجه، میدونم اینو بلدی ها، حالا دلیل دیگه ای داره اینو میگه دیگه، و بالعکس که اینقدر این حرفو میزنه رابطه سزل رو تو 90 توضیح میده. حالا این کوسینوس ها میدونی چیه؟ رابطه جدید، رابطه سزل بر اساس همو توضیح میده با هر زاویه ای. خیلی با حاله ها. ببین چقدر قشنگه، فیثاغورس چقدر شاخه توی هندسه. بچه ها این رابطه ما رابطه اضلاع مثلث رو میگه. حالا حتما هم 90 هم نبود، نبود اصلا تتا باشه، اینجا تتا هم باشه، رابطه بی سی و آ رو به ما توضیح میده. میتوان گفت خود فیثاغورس تازه حالت خاصی از اینه. نگاش کن، عین فیثاغورسه. مگه اگه اینجا 90 بود تو راجع به این حرف نمیزدی تکی؟ زاویه رو که داری راجع به این آه تکی حرف بزن. آ دو، ببین نوشتنشو نگاه کن، این به توان دو میشه ب دو به علاوه سه دو. اصلا تیکه اولش عین فیثاغورسه، فقط تش یه منهای دو ب سه کوسینوس تتا هم داره. تتا زاویه بین بی و سیه. متوجه شدی؟ این صورت قضیه کوسینوس هاست بچه ها. این هم حتما پایان ترمتون سوال میاد، اثبات پیچیده ای هم داره، باید بگم اگه برسم. اینجا نگاه کن، حالا ببین باز تسلط روی رابطه. آقا ما ورژن آیشو نوشتیم، حالا من اگه بگم مثلا این زاویه بتاه یا تتاه یا آلفاه، الان برای بدو میشه همین رابطه رو بنویسی؟ چی میشه برای بدو؟ برای ب تک باشه. خب اگر ب تک باشه، ب دو میشه آ دو به علاوه سی دو منهای دو آ سی کوسینوس آلفا. فهمیدی چی شد؟ قبوله؟ زنده باد. مثلا اگر اینو بتا بخوام، حالا یه سوال، من بگم یه کوسینوس هم نیست که توش بتا داره. آقا رابطه کوسینوس ها سه تا تیپ میتونه باشه. من بگم یه تیپ رابطه کوسینوس هایی بنویس که توش بتا داره. اگه بخوای بتا بنویسی باید روبرویش با سی بنویسی دیگه. سی دو منهای دو آبه، ببخشید. حله؟ این تیپ کوسینوس ها حله؟ پس ببین یه رابطه کوسینوس ها سه تا تیپ داره. حله؟ این از این. حالا یه سوال دیگه قبل از اینکه من برم سراغ تست. چند تا جنس توی رابطه هر کدومش توی فرمول کوسینوس ها تو چند تا پارامتر داری؟ بزرگوار اینو فکر کن به من بگو. نسترم متوجه نشدم کدومو گفتی حقیقتش. بچه ها توی رابطه کوسینوس ها، مرسی، اکثرتون دارید درست جواب میدید، مثلا همین آ دوش یا ب دوش فرق نمی کنه، تو هر کدوم رابطه های کوسینوس ها تو دوره چهار تا پارامتر داری. همیشه هر فرمول اول این کارو بکن. اینه که میگم ما انشالله میخوایم توی این کلاس ها یه جلسه ولی دانش آموز دوزاریش بیفته. آقا این سه تا جنس دوباره بی و سی رو که حساب کردی دیگه، دوباره بی و سی رو حساب نکن، یه تتا هم یه پارامتر، حالا بگو تتا یا کوسینوس تتا. این سه دوباره تو پایینی هم همینه، تو پایینی هم دوباره سه تا ضلع هستن و یه زاویه. پس بچه رابطه کوسینوس ها سه تا ضلع هن یه زاویه، یه دونه مجهول میتونی داشته باشی. از سه تا ضلع و یه زاویه یه مجهول میتونی داشته باشی، یا به عبارتی از این چهار تا چند تا معلوم باید داشته باشی؟ چند تا معلوم؟ سه تا معلوم باید داشته باشی. این قانون فرمول اینه. حالا من اول میخوام به چش کوسینوسا نگاه کنی، بعد به چش سینوسا هم ببینی. بچه ها این معلومه چرا واسه اول به چش سینوسا، این الان این هفت با سینوسا حل میشه یا نمیشه؟ بچه ها این آخه چجوری من با سینوسا حل کنم؟ کسرم هم ندارم. ببین یادت چش تو چی میگرفت؟ حالا بعضی فکر کنم مثلا ما لودگی و اینا، نه آقا اینه، این الان این چی ششه منو بگیره، این الان آش خودش مجهوله، من نمیتونم بگم آیه مجهوله، اما با سینوس ها این همه کسرات مجهول میده، فایده نداره، این فایده نداره.
گفتم سینوسا باید یه دونه کسرت چه صورت چه مخرجش باشه. اینو معلومه، اینو باید با کوسینوسا بریم دیگه. آقا بگو با رابطه کوسینوسا اینو، اینو بگو خانم. آ دو، ببین منو، مساویه آ دو سه به توان دو به علاوه یک به توان دو منهای دو تا سه یک کوسینوس شست. اینو میبره میشه نه تا ده تا میشه رادیکال هفت. حله؟ آقا رابطه کوسینوس ها رفتن. حالا هشتو من میخوام هم به چش سینوسا ببینی هم به چش کوسینوسا، با جفتش هم حل میشه. بعد بگو تو با کدوم راحت. این میشه دیگه، با هم داریم به آخر تکنیکمون نزدیک میشه. هشت سینوسا یا کوسینوسا، بعد کدومش بهتره. اینجا تو میتونی دیگه انتخاب کنی. ببین اینا سینوسا اگه بری، من نمیگم نمیشه، میدونی اگه سینوسا بری این مجهولت، میدونی کدوم کسر در میاد؟ اگه گفتی این مجهول مال کدوم کسره، باریکلا، اگه اینو سینوسا بری این آ تو کسر سومی در میاد. میدونی چطوری؟ برو سینوسا. میدونی حالا چرا حق داری اصلا سینوسا بری؟ چون اون چیزی که چشتو میگرفت دوباره اینجا هست. ببین تو اگه اینو بنویسی، سینوسا بنویسی، مرحله بعد آ در نمیاد. الان از روی این میدونی کی در میاد، میشه دو رادیکال سه به روی سینوس 45، اول تازه آلفا در میاد. متوجه هستی؟ ببین این میشه خبرگی دیگه. سینوسا بری میشه دو رادیکال سه به روی سینوس 45، هم صورت هم مخرج عدده، کسر اولیت هم صورتش هم مخرجش عدده، کسر دومیت فقط صورتشو داری رادیکال دو به روی سینوس آلفا. این آلفاه با این 45 رو جمع میکنی، تازه بتا در میاد، بعد یه سینوس ها مینویسیم. خب دمت گرم. سینوساش آخر، این آیی که تو میخوای این در میاد، این آخرین مجهولته که در میاد. دو سه تا حل کردم، نه که نشه، ولی یه کوسینوس ها بنویسی راحت تر حل میشه. این با کوسینوس ها راحت تر حل میشه. بگو با کوسینوس ها چطوری بنویسم. ببین تو چون 45 رو داری، روبروی 45 رو بگی مبنات. ببین چی بنویسم؟ دو رادیکال سم به توان دو، یعنی 12. بچه ها بالاخره رابطه کوسینوس ها یه مجهول الان دارید که دو رادیکال سم به توان دو میشه رادیکال دو به توان دو به علاوه آه به توان دو منهای دو تا آه در رادیکال دو در کوسینوس 45. آقا این رابطه من چند تا مجهول داره؟ این علیه آ مجهول داره دیگه. پس بچه ها بازم میگم، آیا میشد اینو با سینوس ها حل کرد؟ بله. هر کیو که زل و رأس مقابل با یه چیز سوم مثل اینجا رادیکال دو داری حل میشه، ولی با کوسینوس ها بهتره. پس من اینو می‌نویسم، سینوس ها هم میشد. اینم از این. خب بچه ها مثال نوعو فقط نگاه کنین تا من کم کم این اثبات اینم بگم که حتما به نظر من سوال میاد. مثال نوعو نگاه کن یه لحظه. بچه ها بیا آقا این ببین، این میگه کوسینوس های زاویه ها. اصلا تو فکر نکن بزرگترین و کوچکترین هم زحمت کشیم. اینم گفته کوچکترین و بزرگترینش، اصلا من کاری ندارم. ببین تو هر سه تا زاویه رو داری، اینا خودش نکته است، دانش آموز باید بدونه نکته. وقتی زل ها رو دارم کوسینوس ها رو هم دارم. چطور آقا چی میگی؟ ببین تو مثلا آقا 2 3 4 رو مگه زل ها رو بهت نداده؟ اینجا رو ببین، 2 3 4
حالا اینم میدونی بچه‌ها، حالا چون گفته بزرگترین زاویه، بزرگترین زاویه روبروی بزرگترین ضلع دیگه، همیشه روبروی چهار توی این مثلث بزرگتر از روبروی دو یا روبروی سه دیگه، روبروی به نسبت اضلاع این تتا. الان من تتا رو میتونم داشته باشم؟ بله بله بله، تتا رو میتونی داشته باشی. بگو چهار به توان دو، بگو مساوی سه به توان دو به علاوه دو به توان دو منهای دوی فرمول دو تا سه در دو در کوسینوس تتا. آقا این من ببین تو هم حساب میشه 16 تا 33 کوسینوس تتا میشه منفی 4 رو. کوسینوس تتا میشه چند؟ منفی 4 رو. دیدی؟ حالا مثلا من اگه میپرسیدم کوسینوس زاویه متوسط میتونستی پیدا کنی؟ آره. برای کی مینوشتی زاویه متوسط میشه این آلفا؟ روبروی ضلع متوسط باشه دیگه. بچه شکلمو ببینیم، مثلثمو نگاه کن، دو سه چهار. الان برای آلفا هم میتونستم اینو بنویسم دیگه. ببینین حالا درس خوندن ما طی سال میگیم، یعنی یه سری نکته برداشتن از مثالها. مثلا به این مثال که میرسیم من میگم دانش آموز یه نکته بنویسه تو جزوش. چی بنویسه؟ با داشتن سه ضلع کوسینوس و حتی سینوس، هر سه زاویه رو داریم. سینوسشو چطوری؟ سینوس حالا من میگم نمیخواد از سینوسا بری. بابا مگه کوسینوس یارو رو نداری؟ خب ما هر کیو که کوسینوسشو داریم میتونیم بگیم کوسینوس دو علاوه سینوس دو مساوی یک. حتی تانژانت مثلا این تست میده میگه تانژانت اینو پیدا کنی. اشکالی نداره، تو مگه کوسینوسشو در نیاوردی؟ سینوسش الان میشه رادیکال 15 16 هم. سینوس دو علاوه کوسینوس دو رو یک. حل این است. خب حالا ببین من دو تا کار میکنم و تموم کلاسم. یه 7-8 دقیقه بیشتر نگردم. یک، میخوام تست کنکور دو سال اخیر رو ببینی. چقدر درس دادم؟ یه ساعت. دو تا تست کنکور دو سال اخیر رو میخوام ببینی. یک و سینوس ها رو حالا برستم ثابت میکنم. اینجا رو نگاه کنین، اینجا رو نگاه کنین بچه ها. مثلث که سه تا چیز رو داشته باشی کامل میشه. این یه سال تقریبا همچی چیزی بود. مثال ده، آ کدام است؟ در شکل مقابل آ کدام است؟ برم هم نمیاد اینو حل کنیم. ببین نستن خانوم، من خودم والا سوال دارم، ولی شما اینستاگرام من، بچه ها اینستاگرام من حمید ناصر دو تا آی داره. معلومه بزنین توی اینستاگرام میاد دیگه بالاخره، حالا یه تعدادی این. آره اینو اگه بزنید من اسیستم کمکتون میکنه، راهنماییتون میکنیم، نگران نباشید. حالا یا خودم هم اگه چیز باشه به هم منتقل میکنن جواب میدم. خودم هم مسئله نداره، من تو چون نمیرسم موبایل رو نگاه کنم روی همین است. مرسی بچه ها. حالا این متساوی ساقین هم هست. ببین میدونی آلنگ چیه؟ صد دفعه تو گفتی مثلثی جون میگیره که سه تا چیز داشته باشی. نه ادمین خودم نیستم، نه هم ادمین علمی داریم هم ادمین اینستا داریم، ولی به من منتقل میکنن. اینجا نگاه کنین، شما توی ABC یه دونه اینو داری، یه دونه اینو داری. این چند تا حساب میشه؟ این دو تا حساب میشه. یه چهار این ورده یه آخه. یکی گفت نه اینا چهار تا حساب. عمو جون چرا دولا پهنا با ما حساب میکنی؟ الان تو ABC یه چهار این ورا داری، یه چهار این ورا داری، میشه دوتا. سومی ندارم. یه چیز تو ABC گیر بیاری آ در میاد. چی گیرم میاد تو ABC؟ باریکلا تو ABC باید برم تو ADE ببینم چیش گیرم میاد. تو ADE کوسینوس آ رو گیر میارم. ببین تو ADE یه دونه کوسینوس ها بنویس. ببین منو اینو حلش بکنیم، سوال کنکور بوده، ببینی چه ساده است. تو ADE اگه کوسینوس آ رو میخوای بعد این دوه رو بگیری. بگو دوه به توان دو، این دوه تکه به توان دو میشه یه دو به توان دو، یه یک به توان دو منهای دو تا دو در یک در کوسینوس آ.
حساب کن 4 با 4 میره منفی 1 کوسینوس آ میشه 1 4. حالا اگه گفتی چیکار کنم کوسینوس آ رو؟ بچه شما کوسینوس آ رو دارین، اینو دارین، این هم دارین، تمومه. یه کوسینوس تو آ بی سی بگو، حالا یه کوسینوس تو آ بی سی بگو میشه چی؟ آ بی سی آ دو میشه این زل کناریش 4، اون یکی زل 4 منهای 2 تا 4 4 کوسینوس آ، کوسینوس آ 1/4. سوال کنکور ها اصلا تو ببخشید معذرت میخوام، ممنونم فاطمه از جوابتان. شاید نمیدونی سوال هندسه کنکور یعنی چه لولی از درس. این چی میشه؟ منهای 8 میشه 32، میشه رادیکال 24، فکر میکنم میشه 2 رادیکال 6. یه بار دیگه 32 تا 32 تا میشه منهای 8 دیگه، 32 منهای 8 میشه 24 رو 2 رادیکال 6. درست، 2 رادیکال 6، بله مرسی. این به این صورت. حالا دیگه من دیگه بعد اینم مثلا الان فقط بگو چیکار میکنم. تست 11 کوسینوس آ رو ببین، از یکی شروع کن بپرین رو یکی. الان کوسینوس آ رو چطوری پیدا میکنم؟ این سوالته. اصلی گیرت نمیاد، تو اصلی گیرت نمیاد چون سه تا نداری. مرسی. چیکار کنم بچه ها توی این؟ الان تو باید بری تو این پایینی اول روزمونو بخونیم، اول باید تو این شروع کنیم. ما بچه هم بودیم اینا رو نقاشی میکردیم همیشه میزد بیرون. اول از این باید شروع کنیم. این سه تا داره، این چی رو بهت میده؟ قشنگ یه کوسینوس ها بنیست بایین سوار باش به رابطه. یه بی سی بهت میده قشنگ. بی سی رو که در آوردی سه تا زل رو داری کوسینوس ها میری. دیگه 12 رو فکر نمی کنم برسم. اینم حالا بهش فکر کن، بالاخره ما خدمتون هستیم انشاءالله سال آینده اگه عمری باشه. خونه فکر کن. اما اثبات کوسینوس ها بچه ها شب باورت نشه، این کوسینوس ها یه صفحه اثباتشه. اگه یه مقدمه ای از من گوش کنی من با یه جمله برات ثابت میکنم. باور کن، با یه کلمه شاید حتی. گفتیم دیگه، گفتیم تو اثباتا درشت بیا، ریز نه. یه ریز مثلا بگو میخوای چیکار کنی. حالا ببین بچه ها، میگم یه ذره حالا بد برداشت نشه، خواهش میکنم، من یه تجزیه به تو یاد میدم. این تجزیه مولتی مهمه. ببین یه آ، این آ رو میبینی، یه چیزی رو میخواییم به دو راستای قائم تجزیه کنیم. یعنی چی؟ تجزیه یعنی چی؟ یعنی یه دونه از نوکش به پایین عمود کنیم، یه دونه از نوکش به این ور. ببین دو تا لفظ بگو. کناری کوسینوسه، که دو تا که کناری کوسینوسه، یا خابیده کوسینوسه، جفتش خوبه، یا یا خابیده کوسینوسه. چطور؟ من نگاه کن، مثلا این آ رو میبینی؟ الان اگه بخوابونی رو تتا میشه آ کوسینوس تتا. دیدی اینو؟ این یکی رو تتا نخوابوندی، ایستاده. حالا چه آکولاد آبیه چه اون یکی آکولاد آبیه رو چه اینجا بگیری چه اینجا بگیری، اون یکی سینوسه. الان اینو فهمیدی؟ یه بار دیگه. آقا این ب، اینم آلفاه، این ب، اینم آلفا، این کیه؟ سبزه کیه؟ آبیه کیه؟ درست به من بگو سبزه کیه؟ آبیه کیه؟ بله فاطمه، بله بله. ولی همینجا هم غیر انتفاعی هم فکر میکنم بهترین حالت باشه که حالا شاید بشه حضوری خدمتتون باشیم. خب بچه ها اینجا رو نگاه کنین. بچه ها خابیده به، خابیده به این الان به کوسینوسه، قبوله؟ این به کوسینوس آلفا، این چیه؟ بگو. حالا چه این بگیری چه این بگیری، اینا قد همه. این کیه؟ ایستاده به. اینو فهمیدی؟ اینو فهمیدی؟ آقا اینو فهمیدی. بگو یه بار دیگه. بخوابه، بخوابه رو زاویه. ببین من میگم بخوابه یکی گفت آخه یه موقعی این زاویه این وره ها،
بچه یه موقع میبینی زاویه این وره این میشه خابیده ها. ببین این الان خابیدهش میشه این. تو به اون چیز دوشک و نمیدونم این چیزا فکر نکن. آخه یکی گفت آقا کی اینطوری میخوابه؟ بابا جان تو فکر کردی مگه اینجا بیمارستانه زایشگاهه؟ من این چیزاش کاری ندارم. بخوابه رو زاویه. این الان اگه مثلا آه این آکوسینوسه دیگه، حالا برای من داره قصه میگه نمیدونم افقی قائمه میگه این خوابیده است. نه منظور ما خوابیدن رو زاویه است. این کوسینوسه، این یکی این دفعه این آسینوسه. میفهمی اینو؟ آره میفهمی. خب حالا من تو فیزیکت هم داری دیگه اینو ره بره. حالا قرار بود ناصر با یک کلمه برای ما قضیه کوسینوسا رو ثابت کنه. میشه مگه یک کلمه بهت بگم قضیه کوسینوسا رو ثابت کنم؟ میگم یک کلمه. فیثاغورس بنویس. اه حالا نگاه کن اصلا چی میخوای ثابت کنی؟ بگو ببینم میخوای چی ثابت کنی؟ یه بار بهم بگو. آخه دیده شده، اثبات کردیم، بچه ها رد شدن ازش. اصلا ببینیم به کجا رسیدیم. تمومه بچه ها، برستم به اینجا تمومه دیگه. یعنی جمله ها تم حفظی دیگه. بی دو میخوای، سی دو میخوای، منهای دو به سه کوسینوس میخوای. با یه جمله اثبات بکنم. این سوال پایان ترمتونه بچه ها، اینو گوش کنید بعد میریم. همه آقا یک کلمه فیثاغورس، یک کلمه فیثاغورس. ببین منو، آخ چه فیثاغورسی تو، بگو اینجا رو ببین. اینم اون تتایی که توی اون فرموله اینه دیگه، درسته؟ اون تتا بین بی و سیه دیگه. اینجا رو همه ببینن. اینو من میگیرم اچ سی که معلومه کل زل سیه، اینو میگیرم ایکس، اینم نوده. آقا فیثاغورس تو بگو، تو فیثاغورس تو بگو، برو جلو. تمومه، اثبات شد. ببین منو، آدو مساویه چیه؟ تونتون جواب منو بده. اچ دو به علاوه یه، نه سی نیست دیگه بچه ها، اچ دو به علاوه این، این چیه؟ این آکولاده سی نیست، سی منهای ایکسه. ببین دیدی یه فیثاغورس رو درست بگو دیگه. حالا تمومه این، میگم والا همین این تمومه. اینو بازش میکنم، حالا تموم شد. حالا نگاه کن چیکار میکنم. اتفاقا الان کی گفت فاطمه؟ دقیقا تو درست میگی، بهترین کار اینه جای H2 بذاری B2 منهای X2، ولی کتابتون اینو نگفته. اصلا جای H2 بذاری B2 منهای X2 راحت ترین کاره. ببینیم جای H2 میذارم B2 منهای X2، ولی این کارو کتاب نگفته. جای H بذار در حسب سینوس کوسینوس کتاب پاس داده، کتاب گفته بر اساس سینوس کوسینوس بنویسیم. بچا اچ رو نگاه کنین، اچ تجزیه چیه به قائمه یا افقیه؟ خابیده به، نه ایکس خابیده به که میشه به کوسینوس تتا. اچ بی سینوس تتا، قبول داری؟ پس آدو به جای خود، جای اچ بذار بی سینوس تتا. پس ب دو میشه ب دو سینوس دو تتا. بچه جای اچ گذاشتم ب سینوس، اچ دو شد ب دو سینوس دو. حله؟ حالا اینو اول اتحادشو باز کن. سی دو میده، این سی دو به درد میخوره ها، میدونی این کیه؟ همونه که دنبالش میدی. ایکس دو میده، منهای دو سی ایکس میده. قبوله آقا؟ یه اتحادو باز کردم. سوال سی رو نگهدار، ایکس رو چی بذارم؟ بگو جای ایکس دو چی بذارم. تمومه، جای ایکس دو چی بذارم؟ بچه ها ایکس چیه به؟ ایکس خابیده به. یعنی الان شما جای ایکس میذاری به کوسینوس تتا، منتها چون ایکس دوه اینم توان دو میشه به دو کوسینوس دو. فهمیدی چی شد؟ یعنی الان تا اینجا شده چی؟ آدو. اینجا نگاه کن، این ب دو سینوس دوت که به جای خود. یه دونه چی داشتی؟ سی دو داشتی. ایکس دو رو اینو گذاشتی، منهای دو سی تو بذار. جای ایکس چی بذارم؟ اگه گفتی جای ایکس چی بذارم، من دوباره جای ایکس بذار ب کوسینوس تتا. بچه این جمله آخرش قشنگه؟ این کدوم جمله است؟ منهای دو به سته دیگه. کیا میمونن؟ الان این جمله به درد میخوره، این همین اینه دیگه.
ببین این سبزه همین اینه دیگه، 32 تا که اینه، حالا این دوتایی که میمونن رو نگاه کن، تمومه والا. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، بذاره تو رو خدا نگاه کن اینو. الان اینو چیکارش کنم بچه ها؟ B2 سینوس 2 به علاوه B2 کوسینوس 2 میشه B2 در سینوس 2 به علاوه کوسو. کتاب اینطوری گفته ها، وگرنه فاطمه حرف شما درست بود. از همون اول جای H2 میذاشتی به دومن های X2 راحت تر بود، ولی کتاب گفته سینوس بذاریم. این هم میشه یک دیگه بچه. با این جمله همون این ستا شد دیگه. B2 به علاوه سبزا رو بخون، از اون سبزا بخون دیگه، من جا ندارم پاک نویسش کنم. آقا A2 مساویه B2 به علاوه 3 من های 2 به 3 کوسینوس. تمومه، میخوایم بریم. بگو بریم. اینو یه بار به من بگو چجوری ثابت میکنم. تونتون اینجا نیاله شکلش، من چون جا ندارم حالا اینجا میکشم. اینو الان برای من چجوری ثابت میکنم؟ تونتون یک کلمه بگو. اول چی رو میخوای ثابت بکنی؟ معلومه چی میخوای ثابت بکنی؟ قضیه کوسینوسا چی میگه؟ A2 B2 C2 منهای 2 به 3 کوسینوس. اینو میخوام ثابت کنم. چی میخوام ثابت کنم؟ یک کلمه بنویسین چجوری ثابت میکنم. با یک کلمه فیثاغورس. خب بگو فیثاغورسشو، خودت بگو. اصلا نگاه کن، آخه اینه که میگم اثبات کاری نداره. الان A2 میشه چی؟ بگو. H2 سی منهای ایکس، همین. حالا فقط جای یه چیزیش باید داشت، دوتا چیزش چیز بذاری. بگو H رو چی بذارم، X رو چی بذارم. برو بابا، فیثاغورسه که میاد جلو چشت دیگه، نمیاد به پیغمبر میاد. H رو چی بذارم، H رو چی بذارم؟ H به سینوس تتا ایکس. البته الان نزا جای ایکس ها، اول اتحاد تو باز کن، اول سی دو منهای دو سی ایکس و اینا بگو، بعد جا گذاری کن. جای ایکس به کوسینوس تتا. حله؟ با یه فیثاغورس. دمتون گرم، دم شما گرم. بچه من تالا تو عمرم توی یه ساعت و نیم اینقدر تونتون درس نداده بودم، هم سینوس ها، هم کوسینوس ها، هم تست کنکور، هم کلیات، هم فرمول شناسی، هم داشتیم با 140 تا می اومدیم. خدای این کوچه های فرعی این نارمک و من می اومدم همش میگم بچه‌ای نپره یه وسط خیابون، یکی از فرعی نیاد جلومون، خدا رحم کرد. خب قسمت بود که بتونیم خدمت شما باشیم. و سوال 11 رو دوباره بگم؟ آره چرا نمیشه، بذار ببینم بچه‌ها دوستتون سوال بگم و خدافظی کنیم و بریم. سوال 11 ببین، تو این اول کوسینوسا برو ببینیم بچه‌ها. همیشه اول مثلثی شروع کنیم که 3 تا داره، ستا رو الان این داره دیگه. شما از این شروع کن، کوسینوسا برو سی بی رو پیدا کن. سی بی رو که پیدا کردی، ستا ضلع کل رو داری. ببین ستا ضلع کل رو داری میشه مثل این دیگه. وقتی ستا ضلع رو داری، یادته وقتی ستا ضلع رو داری میتونی کوسینوساشو پیدا کنی دیگه. اینم از این. خلاصه حالا ما سلامت باشید. خیلی هم لذت بردم از اینکه در خدمتتون بودیم. سلامت باشی فاطمه خانم، ما هم لذت بردیم. دمتون گرم. فقط بخون یه 18-20 کاری به خدا نداره، قسمت باشه، سعادت بنده باشه. سال دیگه هم خدمتون هستیم توی این مرکز اندیشه و خرد. من والا تبلیغ خودم رو نمیخوام بکنم، ولی این مرکز رو والا برید دبیراشو ببینید. شما الان راجع به یه مرکزی پرسیدین، این مرکز الان نصف دبیراش با اون مرکز مشترکن. شاید اون نصفی هم که مشترک نیستن، شاید مال اینجا بدتر نباشه اگه بهتر نباشه. ایشالله سال دیگه توی همین کلاس ها حضوری زیارتتون میکنیم. دمتون گرم، سالم و سلامت و خوش و خرم باشید. خدا نگهدار. اگه سوالی چیزی داره، من یه 30 ثانیه دقیقه وای میستم اینجا. در غیر این صورت که خدا حافظتون باشه.